اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود. متاسفانه که اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر این مصیبت، ولی فقط تسلیت میگیم به خانواده ملیکا محمدی عزیز و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار تو این حالت اومد ورشگاه آزادی. متشکرم، قربان شما، متشکرم، زنده باشی. یعنی 5 سالش بود، تمام برنامه های 90 رو که باید نگاه میکرد، کل بازیکنای کل تیما رو میشناخت و باباش بهش میگفت فرگوس پور کوچک، همه رو میشناخت، همه رو دنبال میکرد. فقط حیفش بود که زود رفت، یعنی آرزوش بود که ایران رو ببره به جام جهانی و المپیک، ولی زود رفت، وقت فرصت بهش نداد عمرش که این کارا رو بکنه. ایشالا که هم آخرتون باشه و یادش مطمئنا زنده خواهد بود. ملیکا به عنوان دختر ما پای به هر سوی زمین گذاشت و به نام دختر ایران به آسمان ها سفر کرد. مادر محترمشون تسکیت میکنم، خواهر گرامیشون تسکیت میکنم، به همه ی عزیزم ممنون، متشکرم از همه شماها، همه مردم ایران، همه مسئولین، ولی خدا شاهد نمیخوام تعریف کنم، دختر من قهرمان نبود، پهلوان بود. تمام این هم تیمیاش که میشناسن، خانمایی که به سر و کار داشتن، پهلوان بود. من واقعا دوست دارم یه صحبتی راجع به این حس وطن دوستی ملیکا بگم که خب قطعا این حس وطن دوستی ربطی به نظر من به مسئول قد شناس یا قد نشناس نداره. این حسیه که به سرزمین مادریت داری، حسیه که به نظر من تک تک کسایی که برای پرچم کشورمون زحمت کشیدن این حس رو دارن. خیلی به من نزدیک بود، خیلی اوقات خونه من بود و من واقعا تعجب میکنم یه بچه 23 ساله اینقدر بزرگ باشه که خیلی چیزا بخواد یاد ماها و من به عنوان مربی بده و الان هم که با نبودنش هم خیلی چیزا رو نشون داد. همچین انسانی که به خاطر عشقش همه سختی ها رو، همه رفاه رو بذاره کنار و همه سختی ها رو به جون بخره فقط به خاطر به عشق فوتبال، به عشق وطن، لایق همچین بدرقه ای هست. و دوست داشتم، ملیکا نتونست تو آزادی بازی کنه هیچ وقت، ولی دوست داشتم به جاش توی آزادی دور افتخار بزنم و مثل همه بازیکنایی که خداحافظی میکنن چارگوشه زمین و مستطیل سبز رو ببوسم و از طرف ملیکا خداحافظی کنم.